بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان و هواداران ربایات عمر خیام. شکر آن که امروز رسید که ما انشاءالله با تحلیل ربایات استاد عمر خیام شروع میکنیم و پیش از این به شما گفتنی بودم که تشکر زیاد که ربایات رو انتخاب کردید و پیشنهاد ما رو پذیرفتید و منظرت می خواهم از اون که کمتر از وعده ها دور شدیم و بار دیگر از شما دوستان عزیز بخشیش. اینک من ربایات انتخاب شده رو قرائت میکنم و بعدا شروع میکنیم به تحلیل آن. گر گل نبود نصیب ما خار بس است، ور نور به ما نمی رسد نار بس است. گر خرقه و خانقاه و شیخی نبود، ناقوس و کلیسا و زنار بس است. گر گل نبود نصیب ما خار بس است. یعنی اینجا خیام اشارت به آن چیزی که از بیرون هست، در سیرت هست، در بیرون، یعنی در گفتنی است که یعنی در بند یک عنوان خاص نباید بود، در معنای طبیعی یعنی گل و خار، اشاره به اون که آدم که او روحن به خدا نزدیک می شود و در کدام قالبی که سیرتن نباشد این برای وی مهم نیست. گر گل نبود نصیب ما خار بس است و نه در حالت نفسانی هم نور و نار، یعنی که در حالت نفسانی هم نور و نار در اینجا آورده است که ور نور به ما نمی رسد نار بس است. یعنی که خواه ما در نور باشیم خواه در نار باشیم، از این یعنی که ما خدا، خداوند و دوست داشتنی خدا از ما دور نمی شود. ما اشاره به آن که آدمی که شخصی که در حقیقت دوست داری خدا هست و در حالتی خواه خاری خواه گل گل شکفتنی او از خدا دور نمی شود. گر خرقه و خانقاه و شیخی نبود، در همین دوره درویشان خرقه این لباس درویشی می باشد که انا او رو از همین با یک خیل قصه ها از پشم شتر تیار میکنند، مثل نمد یک چیزی غصب هست و در نیاگان او رو صفه هم میگفتند، از اینجا نامی صوفی از یک
یک تحلیلش همین هست، یعنی خرقه این لباس درویشی، خانقاه این جایی که درویشان جمع می شدن و در اینجا آنها با یعنی که مشغول می شدن به سیقلدهی روحشان، اینجا رو خانقاه می گفتن و شیخی، این شیخ گفته هم پیشوای درویشان، پیشوای یعنی که روحانی را در ما شیخ می گویند، یعنی می گوید که گر خرقه و خانقاه و شیخی نبود ناقوس گفته، این همون زنگوله ای که در کلیسا وجود دارد ناقوس می گویند و کلیسا به شما به فکرم معلوم است، کلیسا این به زبان روسی خرم یا این که ترکف است و زنار گفته این میانبندی که آدمای روحانی هم دور عیسی، اینجا اشاره به دینی زبور است، یعنی که دینی اشاره به دینی توراتی است، یعنی که آنها پدران روحانی آنها میان بندی داشتند که زنار می گفتند، اشاره به دینی کهن است و کلیسا در اینجا اشاره به آن است که دینی عیسی مسیح و ناقص نیست، این زنگوله ای که در آن کلیسا وجود دارد، بنابر همین خیام گفته ایستاده است که ناقوس و کلیسا و زنار بس است. یعنی در اینجا خیام اشاره به آن دارد که خدای خانقاه و کلیسا یک است، اگر شیخ و پاپ بگذارند ما از تقلید رستیم و از دام آنها جستیم، خدا بر ما خوش بر می آید و به ما عیان می شود که در بندی هیچ یکی نیست نباشیم دیگر، خدا در هر جا حاضر و به بندگانش ناظر است، اما از روزنه آنها نه از ظاهریت بلکه از باطنی، خدا یعنی که ظاهریت شخص را نگران نیست، او از باطن خبردار و به باطن نگران است، اما پاپ هرگز به خانقاه نمی رود و شیخ به کلیسا نمی رود و هر دو از دل و نیتهای بندگان بی خبر و فقط صورت نگرند و به مردم بدگمان، یعنی که آنها از دلهای مردم بی خبر و به صورت مردم می نگرند و خلاصه خود را می برارند، خلاصه در اکثریت وقت بی اساس می شود و ما در این مابند مانده ایم حیران، یعنی که ما شیخ و پاپ را اکثریت وقت نمی فهمیم و آنها ما را نمی فهمند و در اینجا می شود یک دیگر نافهمی. برای همین گفته است که چه خیلی که از
در به قرآن آمده است که خداوند از رگی که در گلوی بنده هست از وی هم نزدیکتر است. یعنی که ما چشم خیرت را کشایم، اگر واز کنیم میبینیم که این همه عنوان های بیرونه اینها همه مانع نمیشوند. اگر دل ما که پاک شد و با یعنی به خدا، به قبول خدا آماده شد، انشاءالله خدا همه وقت با ما می شود و ما با خدا. چه خیلی که در یک شیر است، گر در یمنی چوبامنی همچومنی، ور پیش منی چوبیمنی در یمنی. من بر تو بگویم ای نگار یمنی، من در عجبم که من تو ام یا تو منی. سلامت باشتان دوستان عزیز و در امان خدا باشتان. خدا حافظ.